ترسوندیم تولدم مبارک، دستت در نکنه. آخه این چه کاری تو کردی؟ ای بابا چه تزییناتی، چه تفصیلاتی. بابا دستت در نکنه این کیکو پختمش. باید فوت کنیم بعد بخوریم. اول فوت میکنیم بعد میبریم. این گلا منه؟ بله. به 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 به، اینم من شماست. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. خیلی ممنونم ازت. چی نفتی؟ کارا چیه؟ دیگه از ما گذشته باجون. ای بابا من سریع باز کنم چی گرفته برم. ایشالا همیشه پر پول باشه. آره البته با حقوق کارمندی فکر نکنم. باز دوباره ورزد. نه دیگه خیلی راهه. دست در نکنه. بازش قدیمی خوش گذشت؟ ای بد نبود، فضش خیلی خوب شده تو کار تجارت و صادرات واردات و این هاست. خب بیاین حالا جای من فوت کن. چرا جای تو؟ خودم رو فوت کنم؟ آخرین تولد قبل از پدر شدنت. بدو بدم میتونم؟ یکیش خاموش شد. شماره 139 به باجه هر. سلام ناصر جون. سلام علیکم، چطوری؟ قربونت برم، شما چطورین؟ قربونت برم، دارید سعی ای بابا، وظیفه ما بود شما رو دعوت کنیم، شرمنده میکنیم قربان. خیلی هم عالیه، خوشحال میشیم ببینیمتون. به نظر من همه آدم ها توی روزی، توی ساعتی، توی لحظه ای موقعیت رو تغییر کردن رو پیدا میکنن. حالا یه آدم زرنگ باهوش از موقعیت استفاده میکنه. البته ریسک هم داره. مثلا خود من اگه از موقعیتی باشم پیش اومد استفاده نمی کردم الان موفق نبودم. بودم؟ من کاملا باید موافقم، اما خانمم نظر دیگه داره. من فقط میگم توی این ریسک آدم ممکنه اون چیزایی هم که داره از دست بده. یه هم ممکن، اما اینم مهمه که با چه کسی کار میکنی. چه غذاتون نمی کنی؟ سرد میشه، دهن میفته. بهت بگشم واسهتون سونوگرافی نشون میده جفت همچنان پایینه. یعنی خطرناکه؟ اگه کار سنگین نکنه و ضربه مستقیم نخوره جای نگرانی نیست. خانم دکتر اگه میشه سفارشی بکنین، چون همسر بنده یه مقدار حساسه. هر روز این کف آشپزخونه رو تی میکشه، اونجا هم لیز میشه، خدا نکرده یه اتفاقی میفته. به هر حال توصیه های من جدیه.
اگه رعایت نکنید هم برای خودتون هم برای بچه خطرناک. ببین لیلا، من هر چی که گفتی گرفتم، این بیسکویت و نمیدونم ماکارونی و نخود و لوبیا و همه اینا رو گرفتم. گفتم زنگ بزنم ببینم شاید چیزی یادت رفته باشه. آره آره بارونه، پس خداحافظ. خداحافظ. الو سلام علیکم ناصر جان، چطوری؟ حلال زاده یا میخواستم برسم خونه بهت زنگ بزنم. خدا آره آره خدا رو شکر، هفته پیشم که حسابی زحمت دادیم. خواهش با جانا، در خدمت هم. راستش من فردا یه سفر کوتاهی میخوام دو روزه برم دوره برگردم، یکی از چکام موعدش فردا، میخواستم پول بهت بدم اگه زحمت نیست. فردا که میری شعبه اول وقت بریزی حساب میشه؟ ببین اگه مبلغش طوریه که میتونم پرداخت کنم، خب میریزم به حساب دیگه، زحمت نکش خوده. جا تشریف بیار خونه ما، یه گپی هم میزنیم. چرا نه، با خواهش میکنم، اختیار داری. من برات آدرس رو فقط اسمس میکنم. ناصر جون شرمنده کردی، زحمت کشیدی. ای بابا زحمت دادی. اختیار داری. انشالله برم و برگردم، همکاریمونو با هم شروع میکنم. والا من که از خدام ناصر جون. از این که همیشه دنبال موقعیت های بهتری هستی ازت خوشم میاد. من قبل از رفتنم چند تا کار دیگه هم دارم که باید برم انجام بدم. اینی که پولا رو آوردم خدمتتون. دستتون میبوسه 200 میلیونه. ناصر جون با اجازه من اینا رو بشمرم. دیدا فکر کن اگه همه این پولا مال ما بود چی میشد؟ اول از همه این ماشین پیزوری رو عوض میکردم که دیگه مجبور نباشیم هر جا که میریم دو تا خیابون اون برتر پارکش کنیم. بعدم همه قسطای این خونه رو یه جا پرداخت میکردم. خیلی خوب میشد، خیالمون راحت راحت بود دیگه. من که خیلی هم راضیم، پولای مردم رو جمع کن بذار سر جاش. موتورم. ای آقا چرا موتورم؟ چی موتورش؟ ای موتورم. Thank you.
خوبی شما؟ چرا مراقب نیستی همو جون؟ بلا میبرم ایت بیمارستانی عکس میگیریم ایشالا که چیزی نیست با من سر چهارا پایستاده بودم خواه بینوید شما یه دفعه زدی رو ترمز آقا به خدا چهار راست دیگه چرا قرمزه دیگه شما خدا رو شکر عکسام چیزی نشون نمیده شهرمنده شما رو از کار و زندگیت انداختیم در هر صورت اگر بفرمایید هزینه بیمارستان چقدر شده تقدیم میکنه آقا این چه حرفیه خدا رو شکر الحمدلله چیزی تو نشده من پیاده میشم میرسوندمتون خلاصه ببخشید من شرمنده تونم دیگه برادر من این چه حرفیه مگه اصلا شما مقصر بودی؟ تا اینجاش هم من شرمنده شما اختیار دارین سلامت خیرت بده دستت هم درد نکنه درد سرت انداختم حسابی آقا جون من تلفن رو میدم خدمتت اگه بازم مسئله پیش اومد به من زنگ بزن لطف میکنید دستت هم درد نکنم حالا ایشالله که چیزی نمیشه فنا بر خدا تو رو خدا ببخشیم لطف کردی سلامت باشی قربونت برم ببخشید الو سلام ناصر تهرانی؟ سلام الو مثلا کنسل شد افتاده چند روز دیگه حریام جان این خدا پشت باجاست میگه پول نمیگیره آخ آخ شرمنده شرمنده ببین یه اتفاقی برام افتاد حالا توضیحش مفصله یه مقدار گره خورد کارم من الان تا چند دقیقه دیگه میرزم به حسابت کارت راحت باشه خیلی خوب قربون دستت بشم الکی چشم برگشت چشم خیالت راحت بشه خیالت راحت قربونت برم خداحافظ 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 الو 110 سلام علیکم قربان ببخشید من کیفمو زدن با کلی پول نمیدونم چیکار کنم نمیدونم اصلا چطور این کیف از تو ماشین زد خب پلیس چی گفت هیچی میگه ببین کی شک داری من نمیخوام به باجه الان باید برم چهره شناسی هر چی هم فکر میکنم فقط اونجا چند تا رهگذر بود که اصلا چهرهشون تو خاطرم نمونده خود موتور سوارم بود که تمام این مدت باهام بود بنده خدا الو الو پیام الو پس چی شد بابا این صاحب چک ورزشی مورد بانک میخواد برگشت بزنه بابا چه جواب دهنو ناصر جان تو فقط لطفا یه مهلتی از اون طرف بگیر من میام بهت توضیح میدم خواهش میکنم من نیم ساعت دیگه مرخصی میگیرم میام بهت توضیح میدم خواهش میکنم فعلا خداحافظ پیام چی شد؟ چرا پولو نریختی حساب؟ ناصر جون چجوری بگم
کیفم نیست، نمیدونم چرا فکر میکنم زدن. چی؟ زدن؟ من چه خاکی رو سرم بریزن؟ ببین من یک دو روز ازت مهلت میخوام، زیر سنگ هم شده جورش میکنم برات. آقا من چی کار کنم الان؟ چک دست من الان دارم پیام به قرآن نمیدونم چه بابا چکم الان تو بانک پیام. کجا زدن؟ کی زد؟ چرا زدن؟ من به خدا نمیدونم چطور شد. الو سلام آقای شاهین فر، ما چای کردیم، زنگ زدم عرض ادب کرده باشم خدمتتون، بگم اگر ممکنه به کارمندتون بگین یه دو روز دست نگه داره، چه کنه دو روز دیگه ببره بانک. نه 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 حساب جا به جا شد، مشکلی نیست. قربون شما، ما نمک پروردیم. قربون شما، خداحافظ. $200 میلیون؟ کهانی جون خودت میدونی شدنی نیست. تازه هم شدنی بود. فکر دادن قسطاشو کردی؟ آقای ابراهیمی شما که خودتون در جریان این، من خیلی گرفتارم. میدونم، ولی به جون بچم نمیتونم کاری برات بکنم. سلام. سلام. کی اومدی؟ آرزو به دلم موند یه بار بیام اینجا کافه اینجا خیس نباشه. چیزی شده؟ نه. بشین برات یه چای بیارم. سلام ناصر جون. نه فعلا. تو کجایی؟ بفرم. ناصر جان من نمیدونم چجوری بگم، شرمندم نتونستم. خواستم ازت خواهش بکنم، تو که ماشاءالله وضعیت خوبه، اوضاعت رو به راست، یه زحمتی بکشی خودت این چک رو پاس کنی تا من ببینم چه غلطی میتونم بکنم. الان من نمیدونم چه جوری بهت بگم پیام. من به تو خانمه دروغ گفتم، من اون چیزی که گفتم نیستم. راستش بعد از اینکه یه مدتی ندیدمت میخواستم یه جوری باشه که واسه قیافه بگیرم فکر کنی وضع من توپه. وضع تو من خیلی بهتره. من یه دلال سادم، هیچ سرمایه ای هم ندارم. این وسط یکی فروشنده است، یکی هم خریداره، من دوزار گیرم میاد. الانم یه آقای به نام شایانفر جنساشو داده به من، حالا پولشو میخواد. من نه خونه دارم نه ویلا دارم نه ماشین. این ماشینم که میبینی قسطیه، چند تا قسطش هم عقب افتاده. اون روزم که گفتم میخوام برم دبی، میخواستم برم اردبیل که معامله بکنیم، که اون معامله هم نشد، به هم خورد. بعدش هم این اتفاق افتاد. الان من خدمت شما. پس با این حساب هر دوتا مون به خاک سیاه نشستیم. دقیقا. ببین تو این شایان فرو نمیشنسی، اون اگه بشه مرده را تو قبر در میاره باش تصفیه حساب میکن.
حالا من فردا میرم پیشش، شاید بتونم بازم دو روز ازش مهلت بگیرم. پیام، تو رو خدا خواهش میکنم یه کاری کن، از هر جایی که شده پول تهیه کن، اینا بدبخت میشن. شد ناصر حتی حاضر نشد یه دقیقه منو ببینه. اصلا بودش؟ همه اونایی که باش کار میکنن اخلاق گندش رو میدونن، وقتی که حاضر نمیشد هم ببینه یعنی هیچ فرصت دیگه ای نمیده. خدا به خیر بگذر و یه جور پول جور کنیم. بیا شب گرفتار شدی. تو گرفتار نشدی، بدبختی منه، کسی با تو کاری نداره. معلومه کجایی؟ از صبح تا حالا 100 تا زنگ زدم به. چرا به تلفن جواب نمیدی؟ همش دادسرا و اداره پلیس بودم. الان هم که می‌بینی این لگن خراب شده، زنگ زدم این امداد خودروها بیان ببرنش تعمیرگاه. همش هم مرخصی دارم میگیرم از جلو. حالا تونستم پیداش کنم؟ نه متأسفانه. ای بابا. بس هیچی. هیچی. پیام. من دیگه چوب خطم پر شده. گوش کن، این شایان فرق اگه پیدام کنه تیکه بزرگی هم گوشنه. گوش کن ناسو شکری بزید بگیمشو میکردی، اما مطمئن باش درستشو میگیری. تو هنوز کوچولی برای پول برو کشیدن. سفارش کردم وقتی بچه ها دیدنه یه جوری برای توضیح بدن که هیچ وقت یادت نره. گوش کردی؟ این اراده کنه پدر من در میاره، بدبختم میکنه. شما هم سلام برسونی. خداحافظ. سلام. سلام. تو که از آموشنگ من دلخوری، چطور شده امروز رفتی پول قرض بگیری؟ چیه این خبرگزاری همه خانوم باز فعال شده؟ بفرمایید. سلام. بله خودم هستم. ای بابا، خیلی ممنون که اطلاع دادین، فقط سریعتر درستش کنید. ممنون میشم. خداحافظ. خداحافظ. من که میدونم پولو برای چی میخوای. برای چی میخوام؟ برای شراکت با آقا ناصرت. فردا ضرر بکنی فقط بدهیش وسط میمونه. پیام. کیه؟ حالا چرا نمیه بریم تو؟ نمیخوام خانم دی شکلی منو ببینه. نامردا چهار نفر بودن، در زدن تعارفشون کردن بیان تو. گفتم شاید این شکلی بتونم یه مولتی ازشون بگیرم. تا منم دهن باز کنم دیم با کله رفتم تو دیوار. تا میخوردم منو زد. بعدش هم گفتن تا دو روز دیگه اگه پولار بهشون برنگردونم باید به فکر یه ویلچر باشم برای تو زندان. پیام، تو اونا رو نمیشناسی، هر حرفی بزنن عمل میکنه. بابا مملکت قانون داره، مگه شهر هرته؟ خب قانون میگه من باید برم زندان.
باید برم زندان. شاید تقدیر. اگه شده به جات برم زندان، نمیذارم کاری باید داشته باشن. چی میگی تو؟ تو زن و بچه داری؟ اصلا کسی با تو کار نداره. چک مال منه. البته یه راه دیگه هست که ما را از این جهنم نجات بده. نمیدونم بگم نگم. یعنی از اولم این راهو میدونستی و نگفتی؟ یکی میشناسم که از این تراولای تقلبی چاپ میکنم. میتونم 200 تومن ازش بگیرم. با اون تراولای بانک عوض کنی. تو میفهمی چی داری میگی؟ خب چاره ای نداریم. چیکار کنیم؟ وضعیت ما رو که میبینی. با آب باید آب تکونه میکنه. ناصر حرفش هم بزن. ای بابا، مگه دکتر جلو رو خودت نگفت که نباید از این کارهای سنگین بکنی؟ نمیشد دیگه، چند روز بود دست باش بس خونه نزده بودم. بابا از بس اینجا رو ثابتی پس فردا میریم تو پارکینگ. بذار من بعد از اون خودم میام تمیز میکنم. باشه، ظرف غذاتم گذاشتم تو کیفت. دست درد نکنه. خداحافظ. چیه؟ میدونم یه چند وقت دارت خوش نیست به خاطر شراکت با این آقا ناصر، ولی پیام تو آدم اینجور کارا نیستی. با 1000 جور قرض و قله و بدبختی این خونه رو خریدی. اگه یه طوری بشه که از دستمون بره به این بچه، ما که نمیتونیم جای این بچه هم تصمیم بگیریم. وقتی فکر کردیم میتونیم پدر مادر باشیم، باید مسئولیتش هم قبول کنیم. سریال هست. این هم 200 میلیون تومن تراوله توش.
بلا میرم ماشین تا تعمیرگاه و همین دارم میبرم کار باشه. اینه یه دسته گل تحویلت میدم. یه کاریش بکن. همه امیدم به توه. منتظر تماسم. خدافزم. چیه؟ ظرف غذا تو هم بدیم بذارم توی یخچال. من امروز غذا نبردم. خواهش می‌کنم. تو بردار خودشو کشت. بله بفرمایید. الو آقا کانی. سلام خانم دارابی. چی شده؟ سلام. بفرمایید. الان چی کار میکنین؟ کجا این شما؟ چی شده خانم دارم؟ چیزی نیست پسرم، بردنش اتاق عمل. اتاق عمل چرا؟ دکتر گفت چون ضربه شدید بوده حتما با زود عمل بشه، وگرنه هم بچه هم مادر جونشون در خطر. یا خدا یا خدا، صد بار گفتم این آشپزخونه رو کم تی بکش. خدا یه چرا این بلا داره سر من میاد. خدای من زن بچه من از تو میخواد. ناصر من بیمارستانم، بهت زنگ میزنم. بله خانم من. اتفاقی افتاده؟ نه خدا شکر خطر نشده. این مسئله تعیین کنید فعلا صادری یا میتونه. خدایا خدای شکر. من میگم همه آدم ها توی یه روزی، توی ساعتی، توی لحظه ای موقعیت تغییر کردن رو پیدا میکنن. مسئول آدم داره که از اون موقعیت چجوری استفاده بکنه. از این اخلاقت خوشم میاد که همیشه دنبال موقعیت های بهتری. خیلی
قبل از رفتنم چند تا کار دارم که باید حتما برسم. اینه که پول آوردم خدمت. خطم پر شده. گوش کن، این شایان فر اگه پیدام کنه تیک بزرگم گوشمه. بازی بدی رو شروع کردی، اما مطمئن باش درسشو میگیری. تو هنوز کوچولویی برای پول بالا کشیدن. سفارش کردم وقتی بچه ها دیدنه یه جوری برای توضیح بدن که هیچ وقت یادت نره.
میگم بیا پایین دیگه. بگردونش. همینجوری زمین در رو باز میکنه. Oh!